سری 50 میلیون رو میبره. امیر موفق یا بنیامین؟ باورت میشه رسید بابا اینو میندازم این تو سوخت تموم شد دیگه. آتی دیگه نمیتونستم به قرآنه آخرین قسمت منتظر بودم، گفتم تا آخرین قسمت دهن منو سایید. اصلا دیگه صداشو نمیاد. این هم یکی بعد از 6 بازی رسیدیم به بازی فینال. سوید باورم نمیشه. مگه نمیتونم فکر کنم آجی باورم. بازی فینال میریم سراغ بازی دبنیامین و امیر موفق که هر دو تاشون تونستن دو نفر رو حذف کنن. آجی به یه نکته ای من بهتون بگم، دبنیامین خیلی بازیهاش فشرده بود و همین که رسیده فینال یک معجزه است و اگر که قهرمان بشه دیگه واویلاست. اصلا فکر می‌کردید بنی برسه خدا وکیلی؟ همین که شما اینجا باشی من فکر نمی‌کردم. آقا الان چرا منو هیت دادی؟ یکی از دلایلی که منو هیت داری بگو. من به نظرم این بازی امیر موفق شد بنده خدا اینجوری عکس امیر نمی‌دونم آقا تو فشار سیادی بوده حاجی. به نظر من این بازی بالای 4 آقا محمد نوروزی نکته تو ذهنم اومد. آقا محمد نوروزی عمرم آرماند پریکو روی وال پیپر داریم. چرا وال پیپر میگم من نمی‌دونم داداش، این میگم بک گراوند. آقا به نظر من این بازی بالای 4 گل داره. اصلا نظر شما مهم نیست. نظر تو مهمه. خیلی نظر یکی دیگه مهمه که قراره بیاد. وای اونو به من نگو. خب آقا من نظر نمیدم راجع به بازی فینال. آقا دبنیامین قهرمان نشه هر کی خواست قهرمان. چرا؟ چون منو برد. آها فقط به این دلیل دیگه. به همین دلیل. اوکی. آقا قبل از اینکه ولی بریم سراغ با کنفرانس مطبوعاتی ما داشته باشیم. بچه‌ها دیگه روند شدن. خودش اومد ولی چیزی نگفتن. دیگه بلد شدن دیر فقط آقا جدول آقای گلو می‌خوایم قبل از فینال ببینیم در پایان مرحله نیمه نهایی. تا الان محمد نوروزی 3 تا گل زده، امیر همچنان 2 گل داره. یعنی هنوز هم 4 تا گل نزده. هیچ کی بیشتر از 2 گل نزده. دیگه به نظر من فکر کنم آقای گل بشه. محمد چشمه هم یه تو تیم بنیامین هم 2 تا گل زده. آها امکانه. ولی کلا الان معلومه دیگه. احتمال این که بنیامین یکی از بازیکناشون آقای گل یعنی کفش طلا رو بگیره دو برابر امیر موفقه، چون آرمین جنتی فقط یه دونه از بازیکناشون هست. یکی از تیم بنیامین به نظر من خود امیر موفقه هم هست ولی یه دونه گل زده. حالا شاید 6 تا اینجا بزن. میونه کلامت بریم بعدی. بریم بعدی آقای پاس. بابا این هیچ تغییری نکرد. آقا کسی پاس گل نداده مگه؟ دو تایدی یه بازی کرده. یه آقای پاس شد امیر تا اینجا. محمد چشمه ولی امکانش هست دیگه با چی؟ محمد چشمه همه جا هست. آرماند فریک هم تو تیم امیر موفق میتونه پاس گل بده. تو فکر کنم نیمه اول هم فیکس باشه. خب سوهل جان یواش یواش بعد بریم سراغ کنفرانس های مطبوعاتی دو تا تیم اندم روزه. به چرا روزه؟ چرا روزه؟ من نمیدونم چون شما گفت. آقا من که گفتم برنامه‌ریزی تو کردی. سری بریم سراغ کنفرانس. بچه‌ها منتظرن که برن کنفرانس. برگرد. من منتظر مهمونم. بریم. برو بریم. امیر موفق بالاخره رسیدی فینال. فقط یه قدم با قهرمانی یوکا فاصله داری. از اونجایی که تایم ریکاوری واسه بازی فینال خیلی کم بود، به نظر تیمت خسته شده یا میتونی با همون کیفیت قبلی ادامه بدی؟ من فکر می‌کنم که ما خستگی نداریم، چون مدل ریکاوری کردن انسان‌ها با حیوانات متفاوته و تیم ما انسان‌های معمولی نیستن. ما بچه‌های فرازمینی رو آوردیم. نه شوخی می‌کنم آقا، تایم خیلی کم بوده ولی بچه‌ها فکر می‌کنم که خوب استراحت کرده باشن و بتونیم که خیلی بازی خوبی امروز داشته باشیم. بنیامین بالاخره با هر سختی که بود رسیدی فینال. بله. امروز روز سرنوشتی واسه تیم شماست. اونجایی که کمترین استراحت و ریکاوری رو داشتید و فینال داره 8 صبح برگزار میشه، تیم چقدر آماده است؟ ببین تیم من کم آماده است، ولی من ماشاءالله فکر کنم آخرین باری که 8 صبح بیدار شدم 6 سال پیش بود، رفتم کنکور دادم. ولی خب همه اینا رو بگذاریم، من از روز اول که اومدم شماره 1 رو برداشتم، چون ما از اول واسه 1 اومدیم. ما برنده فینالیم. ما از روز اول هم گفتیم ما واسه قهرمانی اومدیم، نیومدیم دوم شیم، چهارم شیم، هفت تا گل بخوریم. این چیزا نیست. از اونجایی که تیم بنیامین تیم فیزیکی هستش و تونسته دو تا از تیمای قوی تورنمنت رو پشت سر هم حذف کنه، امروز قراره با چه استراتژی جلوی این تیم بازی کنیم؟ این سوال هر سری از من میپرسی، منم به جواب میدم که ما هیچ تاکتیک و استراتژی خاصی نداریم. بچه‌ها از آخر توپو میارن وسط، بچه‌های وسط میارن جلو، میدن به بچه‌های مهاجم، شوت میزنیم میره تو گل. غیر از این بوده تا حالا همچین اتفاق افتاده، کار خاصی نکرد، راحته. چه استراتژی برای بازی با تیم امیر موفق داری؟ از اونجایی که تیم قد بلندی و تونست تیم تاینی و که همشون فوتبالیست‌های خوبی بودن رو شکست بده. ببین تیم امیر موفق واقعا تیم خوبیه، واقعا تیم یه دستیه و دو سه تا بازیکن زهردار داره. من از اون دو سه تا بازیکن میترسم. ما اگه بتونیم اون دو سه تا بازیکن رو بگیریم، دو سه تا موقعیت خلق کنیم، میتونیم یکی دو تا گل بزنیم.
ولی خب میگم بازیکنهای زهرداری دارن، خود امیرم خیلی استعداد بالایی داره. به نظرم بازی واقعا نتیجهش مشخص نیست، ولی خب ما واسه قهرمانی اومدیم. به نظرت اگه بخوای یه تیمو بگی که حقش بوده فینال برسه کدوم تیم بوده و کلا نظرت راجع به لیگ یوکاپ چی بوده تا به اینجا؟ ببین من بازی یکی دو تا تیمو ندیدم، ولی فکر میکنم که تیم که بازی قبلی تیم محمد تاینی اگه اشتباه نکنم تیم خوبی بودن، تیم جوونی بودن، تیم پرانگیزه بودن، نسبتا هماهنگ بودن، دو تا بازیکن خوب داشتن که اگه یادت باشه از وسط میریخ جناح راست فاصله خیلی دور و خیلی زیبا کنترل میکرد و میریختن رو دروازه و فکر میکنم که حقشون بود بیان بالا و تیم فینال هم فهم میکنم تیم خیلی خوبی باشه. بنیامین تیم خوبی جمع کرده، تیم یه دستن، با هم هماهنگن، انگیزه نسبتا بالایی دارن، ولی بعد ببینیم چی میشه. و اینکه نظرم بخوام راجع به این جام بگم، فهم میکنم که خیلی اتفاق جذابی داره میفته که میتونه استارت اتفاقات بزرگتری باشه و میدونی این خیلی جذابه که یه کانتنت ورزشی ساخته بشه و اینقدر توش امکانات قرار بگیره، کیفیت تصویر خوب، تیم خوب و کادر خیلی خوبی که دارن زحمت میکشن و این اتفاق برای اولین بار داره میفته که با امید خدا فکر میکنم که خیلی اتفاقات بزرگتری رو استارت میزنه. و خیلی خیلی تشکر میکنم از مهتی، بچه‌ای که دارن کمک میکنن، حسام، سهیل، بر بچه‌های پشت صحنه، بچه‌های صدا، همگی. و خیلی جذاب فهم می‌کنم که خیلی اتفاقات بهتر و بزرگتری خواهد افتاد. ببینیم اونجایی که تو بازی اولتون با داور درگیری داشتی، بله. تیم داوری رو تیمت حساس شده. به نظرت امروز داور میتونه باعث باختتون بشه یا نه؟ ببین داور خواست، نتونست. الانم میتونه دوباره بخواد، ولی نمیتونه. به نظر من داوری سعی کنه با ما خوب باشه، به نفع خودشه. ما که دوتا هم حسی بدیم بازم میتونیم برنده بشیم. حالا ببینیم چی میشه، خدا چی میخواد. ولی خب ما از الان به این فکر افتادیم که یه بازیکن کمتر داریم، مشکل نداره. داوری دیگه پیش میاد، همیشه تیمای قوی باید یه خورده داوری باهاشون بد رفتار کنه. سخن پایانی اگه داری؟ سخن پایانی ندارم، ماچ بهتون، برو بریم برای فینال، دوستتون دارم زیاد. مرسی که واقعا ویدیو رو میبینید. دست گل همتون درد نکنه، دست مهدی درد نکنه. بعد این همه مدت، این همه زحمت کشیدن، امروز روز فیناله، ببینیم چی میشه. فارغ از همه اینا، نتیجه واقعا برای من که مهمه، ولی در کل مهم نیست. مهم اینه که روز خوبی رو داشته باشیم، فینال جذابی داشته باشیم، شما لذت ببرید. ما که قهرمانیم، یکم نشون دادم. برگشتی، من نمیدونم هر وقت از بنیامین برسن کی آخرین بار صبح بیدار شدی میگفت کنکور، چون بنیامین دبیر فیزیک بوده. دبیر فیزیک بوده بنیامین؟ دبیر فیزیک بوده خودش تو کنکور؟ نه به تو آقا مثال فقاسم میگم، دبیر فیزیک بوده. شما اعلام کن آقا فیزیک میخوای بگی. بازی 8 صبح ما یادمون رفتش بهتون بگیم. ما مهمان، یک مهمان ویژه داریم توی قسمت فینال. بوی بابا میاد. بگو شما. پدر یوتیوب فارسی و اولین پدری که موچه به زرشو گرفت، کینگ سلوای عزیز. واسه پدرش دست نمیدن بیشون. آقا دست میزنم، من دست میزنم، همه دست زدن. من داری شنا میکنی آقا، کینگ بده سلامت کن. آقا چه پاسم، ببین نوچه، ببین تو برنامه یکی موکم. آقا شما صحبت کن با کینگ سولو، من اصلا با ایشون صحبتی ندارم تو این برنامه، بفرما. کینگ جان، امروز بازی آقای دبنیامین و آقای امیر موفق رو داریم در فینال رقابت ها. پس از 6 بازی ما رسیدیم به این بازی که اصلا ملت مهم نمیم، من میگم بریم بریم. آره بریم. آقا این چه وضعشه؟ چقدر عشق. آقا خاک پاتم، من ناچرتم. چه خبر؟ ردیف اصلا با من صحبت کن، اصلا دارش با من صحبت کن. میگه چه خبر، مثلا خب. انگار 5 سال پدرشو ندیده. آقا چیکار باید بکنیم؟ شما یه لیوان آب بخور که آروم بشیم. آقا من آب آوردم این فیلم مردوره برداش آب ما رو خود. اون آب من برده دیگه. چه خبر؟ چه خبر؟ آقا یه آب واسه چینگ سولا بنداز بنداز. چه خبر؟ سلام بنداز. بنداز بنداز. ببین درست درست. به من بنداز، به بابام بنداز. نه بن فرق. به من بنداز. آقا. باشو بزن تو صورت.
یادم نبود این دهن زده. به خدا میخواستم بریزم فیلم. آقا نظر راجع به فوتبال امروز چیه؟ هم امیر رو میشناسی هم بنی رو. والا امیر رو که من واقعا تو یک دید که دیدم خیلی بچه باحالی اومد. بنی هم که رفیقمونه. حالا باید در مورد این فوتبال کدومشون رو دیدی کینگ؟ چی؟ اون داره سوال رو برد چرا نگاه میکنی؟ آقا اینجا بد جایی آقا میخوام بیام این مرمان میخوای من بیام وسط؟ بیام وسطت بشی؟ یعنی بیام وسط خودشی؟ بیوش نه تو بیا این ور من برم اون ور میخوای نه اینجا خوبه؟ همونجا بشی خوبه اینجا باشه همه چی رو به هم زدی اگه دوست نه این مردانه میتونی نداره اینجا باشم آجی هیچ کیه تر از این از پسر دوری کن بگو آقا نظر نه نه خب تو رو نمیزنم بزنم آقا اینو پایین پاتو بابا بده لا بابا منو نگاه آقا همه چی اومد اینو پاتو ببین بده لا اومد نه اینجوری خوبه اولین ما را داریم نه لب آقا بگو آقا آقا شروع کن آقا فوتبال کدوم ها دیدی کینگ از بین این دوتا تیم بعد کینگ هم گفت بعد کدومشون خوبن فوتبالی نمیگی فهمم چی چی فوتبالش خوبه فوتبال والا خوب که خب بردن بنیامین اینا دیگه واقعا سایلت هم چه نکنه جواب بده جواب بده جانش که جواب بده مامانم چرا نه سلام عزیزم چطوری بابا خوبی قربونت برم جان بابا گفت مامانم به مامانم گفت بابا جعبه رو جعبه خالی جعبه خالی میخواد جعبه خالی میخواد خونه دارن دنبال مکانم گرفتم جعبه موز گرفتم خالی بعد از اساس کشید و موز بهترش کینگ موزا رو میآوردی امروز اینجا ما پیدا نکرد گوشتم تو پشت ماشینه آها پشت ماشین برنامه قرمونت فدات 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 بگو اول تو بس کن به قرم هرچی قرم سبز خدافزی کن جان بابا برنامه ای قرم سبزی چه خبر؟ نه نه لازانیا درست کن بعد سوئد. من نیستم بابا یارو اسیری. سوئد من میگم بریم آخر این نتیجه رو برگردیم. باشه باشه وسط برنامه ایم آقا. کاری نداری؟ کینگ جان ترکیب تیم امیر موفق. ترکیب 3-2-2. او آرمان دفیریک بازی نمی‌کنه. مبارزا مثلا اینجا جاشو گرفته توی نیمه اول فیکس بازی می‌کنه. محمد هم که بازیکنیه که امیر موفق فکر کنم بازی دوم اضافه کردش به تیمش. آقای جنتی هم که کلا فیکس دیگه. نظرت چیه کینگ؟ این 1-3-2-2 نه همون یک حساب نمیشه. 3-2-2. 3-2. من اگه کشتی بود برات الان میز هادی عامل چیز بازی. عاشق کشتی. هادی بود عامل. ولی تالت من آره. هادی عامل دیگه نظر تو بگو راجع ولی نظرم در مورد ترکیب اینه که اگر چیز اگه امیر موفق این وسط بود این اونجا بود فکر کنم بهتر بود امیر روپایی خوب میزنه یه لحظه وایسه دفاع واسه چی روپایی بوده؟ نه روپایی خوب میزنه بره جلو پس چی؟ بره جلو پس نه دیگه اون جلو بره دوستایی بره جلو بره جلو آقا چه واسه چی بعدی رو بیار شما ترکیب بعدی به بچه کاپ یا انده چه عذاب هایی که نگشیدم مستم به سو رفتی میکنم ترکیب تیمشون بابا 2-4-1 دور سرت بگرم بنیامین نوک میزنه اسماعیلی چی دو تا داره من نمیدونم بابا علی اسماعیلی گلره گلره اینو که من نمیشتستم ولی اونجا همین یادم همین گلره هم از شما بسکتبالی تیزم دروازه بانش خیلی خوبه این خوب بود این دوتا هم خوبن اصلا نمیدونیم اینا یعنی کیان بچه ها اگه میخواد تیم بنیامین ببره تو کامنت ها قلب قرمز و تیم علی موفق قلب نارنجی یواش یواش دارم میاد زمین بعد از سراغ نیمه اول چیزی نظری نداری کلا دیگه نه دیگه کلا سورپرایز داریم توی گزارش با کینسول با قرار گزارش کنیم دوره بریم سراغ بازی سلام و سلامت باشید کوچیک شما سهیل سلبا هستم همون تئوری مینیست که زانوش آرنجش یه جاش مصوم شد بنده خدا نمیدونم کجاش داورا ازش قطعو میکردن ولی ایشالله خوب بشه دیگه نمیتونه پا به توپ بشه فوتبالو به واسه همیشه بذاره کنار ولی حالش خوبه دعا
دو بازیکن میرن شیر یا خط میندازن. شیر یا خط بازیه که ما بچگیمون زیاد میکنیم. همیشه هم به من شیر میاد. لاس. امیر موفق تیمش داره آماده میکنه. دایا آخری داده بازی رو زدن امیرینا. امیر موفق تیمش انگیزه بالایی داره. بنیامین موهاش دست میزنه. مرسی از گلر تیم امیر موفق دندون لامینیتی. همه چی مهیاست تا بازی شروع شه. به یکی گفتن نیو ایر یعنی چی؟ گفت یعنی سال نو. با نماید خدا سلام. امیدوارم که روز خوبی رو بوده داشته باشید. اومدی با بازی فینال، فینال حساس لیگ مهندس جام یوکاپ. امروز کنارم یه مهمون بسیار ویژه داریم. سلام مهمون عزیزم. سلام علیکم کینگ سول و عرصم. بسم الله الرحمن الرحیم. یادم رفت با سلام حضور بینندگان عزیز. بیننده ای نیست بینندگان عزیز، اینجا ورزشگاه آزادی بزرگ. چی؟ به موقعیت کیسون موقعیت برای نه گل نشد. گل نمیشه کیسون با یه دقیقه دهن رو ببند دارم گزارش میکنم. بزرگ آزادی بیش از 120 هزار تماشاچی در ورزشگاه حضور دارند. بازی کنه تیم قرمز محمد کوچی موقعیت برای گل. خطا به نظر میاد. خطا به نظر پاس برای وینگر راسته. وینگر راسته تیم بنیامینی. نه آقا یادم رفت حضور گل. خب به نظر میاد بازیکنهای تیم بنیامینی نه بسیار آماده اومدن. اینا دو روز وقت تمرین داشتن، همه هنگ میشدن با هم دیگه. تشکر بکنم از خاله مادرم، برام امروز لغمه گذاشت. مرسی آقا نزن منو. بابای من موقعیت برای محمد رضا حیدری تکمیره برای نمیرسه. این بازیکن نمیرسه. به نظر شما چه پیش بینی میکنه کینگ سولو از بازی امروز؟ فکر کنم گلی نداشته باشیم. مرسی کینگ سولو، پیش بینی نکن. فرصت برای محمد رضا امینی. من نمیدونم اینا چرا اسمشون تغییر میکنه. فرصت برای شماره هفتشون خیلی تکنیکیه. این بازیکن یه پا دو پا میزنه، دو پا سه پا. فرصت برای بنیامینی که امروز بنیامین خیلی آتش تشنه گلزنیه. بنیامین امروز میتونه یه گلی داشته باشه. بنیامین پا به توپ بسیار زیبایی داره، ولی ما ندیدیم توی بازی. خطا بسیار معلومی که میتونه بگیره. آقای موسوی امروز لباس مشیشو برتنه. میتونید بچه‌ها پیش بینی کنید هواداران تیم بنیامین رنگ قرمز و هواداران تیم امیر موفق رنگ نارنجی رو بزنه. موقعیت پرتاب برای تیم بنیامین. آروم، خیلی آروم داره پیش میره بازی. یه دونه موقعیت زده حمله میتونه پیش بیاد برای داره میره جلو. برو خودتی. گل میتونه باشه. گل گلر بابا، این گلر استعداد آینده تیم ملیه. من به قرآن ولی خیلی دوست دارم. این اسمش هست سجاد گودرزی. امیر موفق میتونه نتوشه. موقعیت تک به تک، موقعیت تک به تک. گله و نه زنه بیرون. آقای ابوالفضل بابایی میتونست خیلی موقعیت خوبی باشه برای ابوالفضل بابایی. نه امروز میتونه خیلی گلزن خوبی باشه. ابوالفضل برنده این مسابقه میتونه 50 میلیون برنده. به نظر کی میتونه ببره این 50 تومن؟ نمیدونم. بازی خیلی آروم داره پیش میره. شماره 9 محمدرضا سیدی. یه دریبل دو طرفه میخواد بزنه ولی کوشکی از اون دفاع نیستش که از این دریپای عادی بخوره. مهدی کوشکی برادرش هم فرصت برای تیم امیر موفق. امیر موفق میتونه خیلی امروز. امیر موفق پا به توپ نشده هنوز. امیر موفق دفاع تیم بنیامین خیلی امروز تاثیر گذار بوده. همین موفق فرصت به همین موفق. همین موفق میتونه گل زنی کنه. بابا همین موفق خیلی گله به خوبیه. میتونست گل به خود بزنه آقای محمد زهیدری داری، ولی اتفاق نمیده. کورنر برای تیم امیر موفق. خیلی موقعیت خوبیه برای تیم امیر موفق. نه امیر موفق
نشون داده که توی کورنر تاثیر گذاره چون بازیکن هد زن زیادی داره. مهدی شادآموز هد میزنه. فرصت برای محمدرضا کوش. یه شوت بی هدف از آرمین جنتی. تعویض برای تیم بنیامین اینا. بنیامین میاد بیرون و مهدی شادآموز میره داخل. آرمان دفیق میتونه تعویض بسیار تاثیرگذاری باشه برای تیم امیر موفق. هد برای ابوالفضل بابایی. بازی خیلی آروم داره پیش میره وسط زمین. امیر موفق یکی دو تا سه تا فرصت برای تیم امیر موفق. امیر موفق منو یاد پویول میندازه، نمیدونم چرا، شاید بخاطر عددش باشه. اوت برای تیم بنیامین اینا. با تومن اینه میره ضربش میزنه به میانه ی زمین. خیلی بازی خشن شد یه لحظه. من تحصیلم اوت نشد. یاسین پا به توپه، گیره به کشایی میزنه، گیره وسط، میتونه یه پاس دوم رو بندازه برای محسن یا چاوشی. از چپ محمدرضا گودرزی. بابا این گلر گل نمیخوره، علی اسماعیلی آینده ی تیم ملی ایران. فرصت برای محمدرضا. توی دروازه به نظر خطا می اومد. یکی تیمه بنیامین جلو می افته. بنیامین یک امیر موفق صفر. کارشناسی خیلی باید نظر بده. من می سپرم به کارشناس، بچه کارشناس داخل شبکه. بنیامین تا اومد بیرون تیمش گل زد. میخوان زده حمله بسنه، میخوان گل جبران بکنن. سمستو به من اشاره کرد که بنیامین تا اومد بیرون گل زد. تو چیکار مشکلی داری با این پسر؟ فرصت برای تیم امیر موفق از چپ سانت کنه. بابا ماشاءالله آقای علی اسماعیلی. خیلی دروازه بان آماده ایه. به نظر من تاکتیکی نچیدن امروز بتونن موقعیت ایجاد بکنن، فقط از زیر توپ میزنم. آقای وحید رفیعی پا به توپه، وحید رفیعی میاد تو، میتونه پاس بده. گل برای خیلی راحت دارن گل میزنن. گل برای تیم ده بنیامین. کینگ سولبا صداش قطع شده بود واسه که کینگ سولبا گل شده. یه واکنشی نشون بده لاف هستم. تو مادر ماشاءالله وحید رفیعی. امروز بکنم دومی گلیه که زده دروازه. تیم بنیامین دو، تیم امیر موفق صفر. همه شوکه شدن، همه فکر میکنن قهرمان این تورنمنت امیر موفق باشه، ولی امروز خیلی داره جام جا میشه. به نظر میرسه تیم امیر به هم ریخته. امیر داره تیمش رو جمع میکنه. فرصت برای تیم امیر موفق از چپ. نمیتونم امروز چشونه. نمیدونم واقعا امیر اینا خیلی بهتر از این کسی بازه. سانت برای هد زنی امیر موفق. میتونست اینجا هد بزنه و روی سرش رد شد. امیر موفق اصلا تو محوطه نبود. چی میگی سال سال با فرصت برای امیر موفق. فرصت خوبی دارش واسه شوت زنی. امیر میشوته. بابا علی اسماعیلی انقدر راحت گل نمیخوره. علی اسماعیلی ماشاءالله بسن. گفتم ایشون عموشون اسمشون سعیده. خیلی از نقاط راست و چپ ضعیفن. به نظر من باید تقویت بکنه نیمه دوم. امیر باید توی رختکن حساب بازیکناشو برسه حسابی. فرصت برای خسرو ایدری. خسرو ایدری یه دونه شمارش دو واقعا من یاد خسرو ایدری میندازه. کوشکی. واقعا دفاع خوبی بود. یه کشیده جلو میره تو. زیاد رفت. کورنر برای مهدی کوشکی. اینا محمدرضا کوشکی. بخش مهدی کوشکی همون بازیکنیه که داخل لیگ برتر فوتبال فشه. کینگ سولبا نظر راجع بازی تا الان چی بوده؟ عاشقتم کینگ سولبا. من روکی کورنر برای امیر موفق. فکر کنم دوباره امیر موفق صاحب توپ بشه. پرتا با اوت برای امیر موفق. اینا به نظر میاد خطاست. امیر موفق با پشت پا پاس به خسرو ایدری. خسرو ایدری دفاع کشوییه. آقای مهدی کوشکی
میتونه فرصت خیلی خوب واسه شوت زنی داره ولی این کارو نمیکنه. به نظر من موفق باعث حساب تیمشو برسه. فرصت داره محمد ایدری یه رو رد میکنه داره فر نمیتونه. تیم های موفق بالا کشیده. تیم های موفق بالا کشیده. به نظر من یه دونه گل میتونه بزنه. فرصت داره محمد توی دروازه. توی دروازه. بابک مرادی گل میزنه. بابک مرادی گل زد. این بازیکن بسیار شبیه بابک مرادیه. 2-1 به نفع تیم دبنیامین. خیلی میتونه امکان بک زدن تیم علی موفق زیاد باشه. کیز تو با نظر راجع به گل چی بود؟ عاشق تو کیز ما. سوت مجدد داور 2-1 به نفع تیم امیر موفق داره پیش میره. خیلی دیگه علی موفق واقعا داره پرس میکنه تیمو. ببخشید 2-1 به نفع تیم دبنیامین. اشتباه کردم من معذرت میخوام. آدم با جای زل خطا اوت برای تیم. خیلی رنگاشو شبیه همه من قاطی میکنم. ببخشید معذرت میخوام. آرمین جنتی فکر کنم ایشون فامیلشو یه دقیقه وقت هست. آرمان فریک از اون من میگه بکشید پایین. آرمان فریک خیلی داره کمک میکنه به تیمش. آقا گفت بکشید. خسرو ایدری میتونه پاس بده به سجاد گودرزی. آقا میگه بکشید بالا. سجاد گودرزی بازه به کوشکی کشیده جلو. کوشکی دفاع بود. بکنم پست ایماجا. از همونجا یه تیکه. امیر محمد بوده چوت بزنه. به نظر هند میومد. به نظر هند میومد. بی ایار داره. فرصت برای محمد رضا. مونیکای گوجا. همونو بزن. بابا مرتضا. نظر رضا به این توپی بود. افتضاح. عاشق تبکیک ظلم. ماشاءالله. اعتراض دارم میکنم میگم بابا داره وقت تلف میکنه. نظر رضا به وقت تلف کردن چی؟ افتضاح. تبکیک ظلم. کلا ما یک کلمه اومدیم مهمونه بابا. کیکسولبا چی میگم؟ کیکسولبا کیه؟ امیر موفق استرس زیادی داره واسه این بازی. هیچ استرسی تو چهرش نمیبینم. امیر موفق با ضربه ساق پا یاسین سلمانی. یاسین پاس میده. کوشکی واقعا ذرت بالایی داری تا بزن. کورنر برای تیم دبنیامین. آرمین دفری میگه آلی من برسم. فرصت برای ساند. میچشه هده میز بابا تو چه خوبی علی اسماعیلی پاس دیدم آقا آفساید به جان مادرم آفساید منم دیدم آفسایدو داور بسی که وی ای آرش خط شده یه لحظه یه با دو با سه با لبا گل میزده به بنیامین گل زد سه با سه یک به نظر من حالا آفساید باید داورم نظر بدن من چرا نظر میدم آقا گزارشگرم افتضاح امروز همه افتضاح کیم سولبا امروز از دنده یه چپ پا شده ساعت 8 صبح مهدی پس با این ساعت برگزار کردنش یه تیم بهش داره فوش میده تیم فیلم برداری صدا برداری حالا باید کنیم مرسد برای محمد رضا حیدری خطا آقای موسوی همه چی رو داره میبینه آقای موسوی همه چی رو داره میبینه پوشش هم میشته به آقای موسوی حبیب زیاد میخواد آقا حبیب برای چشم بود نظر رضا به حبیب چیه بابا افتضاح عاشق تو کی زلما خب فرصت برای کی فرصتی نداره علی اسماعیلی سوت وسط زیمه بین دو نیمه آقای موسوی میریم داخل پخش منتظر باشید خبرهای خوبی تو راهه 5 میلیون چی میبره نظر راجع به کیس افتضاح
اومدیم برگشتیم پس از بازی هیجانی واقعا. آقا شما خسته نمیشه تو گزارش دو تا سه تا کلمه گفتی کلا افتضاح بود این کلمات بهتون. نیمه اول 2-1 شد به نام تیم دبنیامین. چقدر دبنیامین حرف نداره چقدر دبنیامین میگم خوب قلق و در آورده، چقدر قشنگ در آورده دو تا فاصله گل دروازه‌بان. واقعا باورم نمیشه بقیه چیکار میکنن اون وسط. البته اولیو که زد اولیو من فکر کنم قبل اینکه بزنه آره شانسی رفت فکر ولی دومیو خدای دو تا دفاع بود یه دروازه‌بان یک مقابل سه رو گل کرد. واقعا ما ام اچ اس رو آوردیم اینجا گفت مثل مورینیو بازی میکنه حالت ضد حمله. الان معلوم شد میشه الان محمد نوروزی خب الان محمد نوروزی به تنهایی توی چند تا سه تا بازی تموم نشده 5 تا گل زده. نه جان من به قرآن الکی میگی من که کاری نکردم اینجا آش چی میگی خب دست بزنی بی‌نظیره خیلی ولی به نظر من ببین امیر رو من خیلی دوست داشتم اونا ببرن حق اونا خوب دستشون نیفتاد قبل بازی گفتید قبول داری بریم سراغ استاتس الان 55% مالکیت تو حسین امیر موفق اینا بوده آره بنیامین با 45% 55% امیر موفق داشته بعد حاجی شوت در چارچوب 6 بوده حاجی ببین من دارم بهت میگم پاسای موفق بنیامین 24 تا بود کلن واسه اینا دو برابر بود تقریبا ولی اونا دو گل زدن. یه چیزی واسه اولین بار میشه با من هم نظر باشی نه. توی نه 10 تا شوت زدن اینا بابا بی شعوره یارو چه جوری یه دونه گل زدن اینا 10 تا شوت زدن اصلا یه چیز دیگه میگه اصلا من دارم صحبت میکنم یه چیز دیگه نظر تو چیه بابا اینه که من میگم تو قبول کنی اصلا من نمیخوام هیچ قبول کنم کدومو گلر تیم دبنیامین بهترین بازیکنشون شجاعی عاشقت حرف نزد فردا ایتالیا فردا استرالیا بارون میاد شجاعی دو تا سیو داد خیلی مشتی یه دونم از بیرون کشید جلو قبول داری دیدی سکش بزنیم اوه چیه اوه اسماعیلی شجاعی چیه دیگه بابا من اسماعیلی رو نداشتیم ما من کلا اسم رو اشتباه میگم اون چرا ادامه میده من بابام چیکار بگو آقا شما داری انقدر حرف زدی رفت من نتونستم یه چند سانت کرد من گفتم شما بنیامین موهای دماغش چه نمیزنه آقا من مشخص نیست البته نه من این چقدر شبیه حسینیه حسینی کیه سید مجید سید حسین اصلا مجید آخرین اسمی بود که فکر کردم یادش میاد چی آقا میگم بریم تو رخکن دعوا شده داری میگی تو چرا اول دنبال دعوایی بریم تو رخکن بیاین با مهمون ویدیو کال بچه‌ها کل بازی دست ما بوده کامل کلا سه تا توپ کشیدن زیرش رفته دو تا گل هم عقب این هیچی نیست یعنی واقعا هیچی نیست اینا واقعا نوبن از لحاظ بازی کل تیمشون پشم پای یکیتون هم نیست جدی میگم این یک دفاع سمت چپمون این دو دفاع وسطمون این سه نگاه کن یک دو سه چهار همه عقبیم سه تا جلویی اصلا مگه میشه ما با این تیم ببازی ما دو تا یعنی از این تیم کل بازی دست ما بوده فقط کافیه دو نفر عقب بمونن حواسشون به این توپایی که اینا میکشن زیرش باشه مطمئن باشین دو تا گل راحت میتونیم بهشون بزنیم واقعا هیچی نیستن کل بازی دست ما بوده دو تا گل هیچی نیستن راحت میتونیم برگردیم دادش تو هم یکم به خودت بیا گل خوردی هرچی شده ناراحتی بقیه ازت ناراحتن هرچی به خودت بیا بسته مهم نیست هرکی نمیتونه بوده بره بیرون آقا میاد اینا اصلا از لحاظ نفسی هم به ما نمیرسن نمید تو اینجا بسه داری را میرسن اصلا مگه میشه ما با این تیم ببازی ما دو تا یعنی از این تیم بخواییم بخوریم یکی به زور خوردیم اونم شانسی هم بین ما حالا اونم آفساید بود حیفه به خدا یکم مرتبا هیچ جایزه مهم نیست ما فقط اومدیم برای اینکه بتونیم سرمون رو بالا نگردانیم خوشحال باشیم و این جمع رو نگه داریم جمع دوستانه رو این ارتباطات دوستی ها از همه مهمتره درست؟ اوکی؟ سویت رخکن امیر موفق کم مونده بود بچه ها رو بزنه دیگه بود خیلی عصبی بود من خیلی واقعا... عصبی بود و خیلی هم به بچه ها جواب داد فکر کنم نیمه دوم ما از امیر گل داشته باشیم من بازی. تماس تلفنی برگزار شد با کی؟ علیه زلزله علی زلزله سلام داداش
سلام به همگی، مخصوصا کینگ سولوا و بعدش هم که آقا مهدی و آقا سهیل گل گلا. چطورید؟ خوبید؟ بعدای تو بشم، زنده باشی علی جان. عشق منی کینگ، واقعا در قلب من جا داری. خیلی شکریم. آره چه خبر داداش؟ او زهرا قربان شما، خوب هستین؟ قربون شکلت، زنده باشی. شکریم، مخلصیم. همه چی ردیفه؟ خدا رو شکر شما خوب هستین. خوب در میاد داداش؟ میخوام ولکم باشی. چی خوب در میاد؟ فولمون میگم خوب در میاد. خدا رو شکر. آقا بده، الان با سوهل میخواستیم یه سر بیم پیشه. حالا الان نگو بده. آقا الان وسط چیزه، ببخشی. علمه تو روی چشم. نوکرتم، قربونت برم. یا علی خدا میشه. نه نه، گوشی گوشی ببخشی. من اولین بار همه جلوی دیگه میرم به خاطر چی گفت؟ چی چی گفت؟ من دوباره علی سلام و درود، چطوری؟ سلام، چه خبر؟ با من دیدی چجوری؟ آقا در خدمت شما هستیم. سوالو بپرسید. آقا من یه سری وقتتون نگیرم، علی هم خواب هشت صبح اینجا بچه خواب بود اصلا. خواب بود. آقا نظر راجع آره دیگه من از خواب بیدار کردید دیگه، ولی اومدم که برای کارشناسی. نظر راجع به بازی چی بود و طبق بازی که دید چه تیمی حقش قهرمان شه؟ والا رو راست بخوایم باشیم، به نظر من تیم امیر موفق خیلی تیم تره، ولی یه نکته ای که فکر کنم شما هم دقت کرده باشید، کلید بازی فکر کنم در جوراب پاهای دروازه‌بان تیم بنیامین، اگه دقت بکنی خودت هم منشن کردی، واقعا دروازه‌بان خوبیه و بازی با پا شروع مجدداش فوق‌العاده است و همون هم باعث شد که گلش، البته گل اولشون یکم مشکوک بود، حالا اونم باز بذاریم به عهده کارشناس داوری که ببینیم گلش به قول معروف درست بود یا نه. یارو بلده. یارو اونجا نشسته. ولی در کل بخوایم بگیم تیم بنیامین توی ضد حمله بود که غافلگیر کرد امیر موفق و دیگه، وگرنه تیمی خیلی به نظر من قوی ترن. آقا بس دیگه، یه سوال داره نظر میده، شما سوال رو بپرسن. علی جان به من سلام نکرد. نکرد به کینگ فرد. سلام بر آقا مهدی گل. چرا اتفاقا اول گفتم سلام به کینگ سولبا و آقا مهدی و آقا سهیل گل. تو هم گفتش که من گفت آقا سهیل گل، کینگ سولبا نه. من چی گفت؟ تو رو گفت آقا مهدی. سوال دومو بپرس. سوال دومو علی 8 صبح بلند شده ما درک می‌کنیم بالاخره. شما بپرس سوال دومو. خب علی جان دنبال سوالی یا سلام راستشو بگو. چی میگه اصلا؟ با ما داره با کینگ داره زوال میکنم. خواب بوده تازه بلند شده همین الان یه رو بیدار شده. شما سال دوم بپرسید. علی جان فکر میکنی اگه تیم بنیامین قهرمان شه چقدر دروازه‌بانشون تو این قهرمانی موثره؟ دروازه‌بانشون؟ آره آقای اسماعیلی بالای 70% به نظرم. جدی میفرمایید؟ خدا وکیلی. آره واقعا آخه بازی با پاش خیلی، یعنی شروع مجددش خیلی خوبه واقعا. عشق کرده آره بازی پا. ببین حالا که شما سوال مخصوصه رو بپرس. حالا که شما بازی با پا دوست داری، هی با پا اینجوری چیز میکنی، هی ولاغای فوتبالی میذاری، هی نمیدونم خب استوری میذاری، نمیدونم امروز هفته گله بود، فکر میکنی شما بیای اینجا، بیای ایران، حالا شرط شوکی بشه، می چانسی واسه قهرمانی یا اصلا گل زدن داری یا نه؟ آقا یه بار 8 تا من که تیمم باید بده توی یه لیگ دیگه بازی بکنم. چی؟ این بچه‌ها نباید بذارید. بعد اصلا توی یه لیگ جدا بازی بکنم. حالا شما یه ادعای هر سال می‌ذاری واسه منو کینگ دو نفره کل این تیم‌ها رو می‌بریم. با شما بود. کینگ منو کوچ می‌کنه. منم که دیگه کار انجام کردیم واسه بازی آخر، من متوجه نمیشم. کینگ هم سری میخره تو تیمش، من نتونم چیزی بگم خفه شم. شما هم که میری تیم امیر موفق دیگه. منم که تیم ندارم اصلا، بدبختم. آقا حل دم شما گرم، ما پس شما رو اگه شد ببینیم آقا علی، حتما این ادعا ثبت شد واسه بچه‌ها، ببینیم شما چه میکنی. خیلی دوستت دارم علی، دلی دوستت دارم. چاکری مراقب خودتون باشید. کینگ خیلی مخلصی. مهدی جون بوس بهت. سوی جون خدا یارو نگه داره. عاشقتم. بوس به لبات، کنج لبات، چیز بوس به لبات درست کنی. عاشقتم علی جون. پا عوض میکنه، یه پا دو پا. خدافظ. خدافظ خدافظ خدا دهرت زد. خدافظی نکرد. چرا گفت آقا من حالا یه نه نه نگو، فقط گفت کینگ خوشید. آقا من یه نکته ای رو بگم راجع به بازی پیش. من بعد این رو اول ویدیو میگفتم، رضا که اومد اینجا یه سری نکاتی رو گفت. رضا کلا سبکش اینجوری صحبت کردن و اینجوری در آوردن ویدیوه، کسی از دست دلخور نمیشه، منم دلخور نمیشه، بچهای تیم ما هم نمیشن، هیچ کس دلخور نمیشه. کی دلخور شده؟ اصلا به تو ربطی نداره، من دارم با دوربین صحبت میکنم. اصلا با منی تو؟ آقا بریزم تو صورت جلو بابام، با من اینجوری صحبت. چی
چی میگی؟ شما بگو. بنده یعنی ما تورنمنتی ساختیم، اگر بچه هایی که آوردیم که مثال زیر 14 سال بودن 13 سال بودن، یک مقدار واسه این بود که هم تورنمنت جذاب تر باشه، از همه سنین باشه، هم این که اون چیه چیه 13 سال چیه تورنمنت هم این که اون کسایی که 13 سال 14 سالشونه یه همچین تورنمنتی میان، یه همچین کیفیتی و از لحاظ کوالیتی و اینا میبینن، قطعا توی بازی‌های آیندهشون یا رو توی تجربه مثلا داره. من اینو یه جا شنیده بودم یکی از مربیای ایرانی که میگفت مشکله یعنی فوتبال ایران اینه که بچه‌های یعنی نونهال و اینا باید تجربه بکنن. بعد رئال مادرید داشت بارسلونا از بچگی مسابقه فوتبال حرفه‌ای میذارن. دیدم بابا میبینم. هم از این لحاظ، هم این که کلا من دوست داشتم از همه سنین باشه. اینا من حالا گفتم از دست رضا هم هیچ کس ناراحت نیست. رضا جان دوست به تو کسی چیزی نمیگه. آقا به تو چه؟ الکی هست. لباس صورتیش، پلک صورتی. بابا این لباس بده. من براش خریدم. چه شی؟ بابا خارم چیز اوله. کی گفت من لباس خریدم؟ بله. نه کی ببین ما اینجا هیچ کاری ما خودتون بشینید صحبت کنید، من اصلا کاری ندارم. بازی داره شروع میشه. بریم سراغ دوم عاشقتونم. برو بریم سراغ نیمه دا. In the name of God. ترجمهش میشه با نام و یاد خدای دوباره. سلام، اومدیم با نیمه دوم بازی جذابه دبنیامین و امیر موفق جان. داری تشکر بکنم از مهدی پس برای برگزاری این تورنمنت بسیار جذاب. تورنمنت یعنی ایول به این بازی، بازی بسیار زیبایی. کینگسول با نظر رجب نیمه اول چی؟ آقا نیمه اول که افتضاح بود، ولی نیمه دوم فکر کنم رفتن توی چیز، رفتن یه چیزی زدن خوب شدن. مرسی کینگسول با منظورتون دو پینگه. فرصت برای تیم هر موفق مثل یکی زده بازیکناشونو، دو سه تا بازیکناشون صورتشون قرمز بود. فرصت برای محمد سلا چیز ما پنالتی بابا چه نقدر نظر میدی سایسا با خفه شو. فرصت زدن برای محمد سلا فیش میره از سمت راست محمد گوشی نمیتونه توش بگیره. زدن برای شماره نو بسیار بازیکن زیباییه. فرصت برای حسین تکل بسیار خطرناک است. محسن یگانه. آی موسوی میگه بیا برو وای نست وقت طرف نکن. پسر موفر زیبای دوست داشتنی، پسر خیلی پسر مؤدبیه. بعد بازی از من تشکر کرد واسه گزارش کردم. مهدی کوشکی. فرصت برای یاسر یک و دوش جواب نمیده. مهدی دو خط رفته جلو. مهدی چون دفاع تیم های موفق اینا بود. خطا اعتراض کرد داور. آقای موسوی رفت جلو بازیکن رفت عقب. ترسید از آقای موسوی. پشت محوطه جریمه. فرصت برای نه موقعیت اونقدر خطرناکی نبود که من دفاع راستشون، من نمیدونم چی میده بگم. اینا جلو هم ولی پرس کردن. قشنگ میشه پرس رو دید از چشای بازیکنای بنیامین. کینگسول با به نظر تاکتیک تیم بنیامین اینا چیه؟ افتضاح. نه آقا کینگسول با یک کلمه بیشتر از افتضاح به ما توضیح بده. خوبه آقا، نیمه دوم خوب شده. میتونه خودت بنیامین تعویض بشه چون بنیامین هنوز بیرون زمینه. فرصت برای تیم امیر موفق. مهدی کوشکی از اون فرصت میتونه استفاده بکنه. بابر زیدری میتونه بشه تکل بسیار زیبا از محمد نوروزی. عیدتون مبارک. هر وقت اسم این بازه رو میارم من یاد عید میافتم. بازی وسط زمین داره پیگیری میشه. سر میزنن سر من جایی نه درد گرفت. توپ رفت بیرون زمین. توپ خورد به تیبا. وای نزدیک بود یه خسارت بسیار زیبایی برای مهدی پس پیش بیفته. آینه تیبا گرونه.
این موفقه بخواد بازی رو جبران بکنه باید بیشتر از این رو تلاش بکنه. خود این موفق وسط زمین داره بازی میکنه و نظر پستش هافک میکنه. فرازه بعد چهار بازی من بهتی کشکی پیش میره. این بازیکن اومده جلو چقدر تاثیر گذاشته روی بازیشو. یاسین گودرزی پاس میده خود محمدرضا کشکی. محمدرضا میتونه شوت بزنه. وای خورد پشت پای بازیکن بنیامین. اینا آقای چشمه. همه شماره چهارا یا چشمن یا چشمی. شماره چهار استقلال روزبه چشمی. شماره چهار تیم بنیامین محمدرضا چشمه. کورنر برای تیم امیر موفق. میتونه شوت بزنه. خیلی شوت بعدی زدی. نزن تو شوت نزن بزن. کی سول با نظر راجع به این شوت غیر از افتضاح چی بود؟ خوبن. همه تیم‌ها خوبن. عاشقتم کی سول با راجع به شوت می‌برسم تو راجع به تیم ها نظر میدی کی سول با. مادر من خدا وکیل تو را دوست داره. میزنه به میانه های میدان. امیر موفق سر میزنه. محمدرضا کوشکی توپو میگیره. میتونه پاس توده رو بندازه برای یاسین ولی یاسین به توپ نرسید. علی اسماعیلی پا به توپ میشه. خیلی با طمأنینه بازی میکنه این پسر. توپ با دست میگیره. دست میده به یاسین. یاسین میتونه یه اشتباه بکنه. فرصت برای شماره هفت تیم امیر موفق ولی قدر این فرصت رو نمیدونه. خیلی بیدقه داره بازی میکنم. یه اشتباه از یاسین. یه اشتباه دوباره. میتونه گل باشه به خدا. گل برای گل. وای اینو نمیزنی اونو میزنی پسر. خیلی تو عجیبی. به نظر میاد یه دونه گل دیگه میتونه بخوره تیم امیر موفق. اشتباهی بسیار زیادی میکنه. امروز دیدم مهدی بس با کت شلوار بود. ایشالله دومادید پسر. ایشالله دومادید. آقای موسوی نفهمیدم چی گفت برای یه فشتاد به داور گفت. فرصته دوباره چقدر اشتباه میکنه اون بازی کنه شماره پنج. خطا کارت داره این بازی. این بازی کارت داره. کارت زرد برای آرمین جنتی. اعتراض بکنه آقای موسوی کارت قرمز رو میده. من دیدم آقای موسوی. شما همه تون دیدید آقای موسوی واسه اعتراض کارت قرمز زیاد. تیم بنیامین از بیرون داره کش میکنه. میگه با داور بحث نکنید. کسی با داور بحث نکرد. کسی سانتر بیرون. وای شماره 8 هد میزنه. شماره 8 آقای امیر حسین خضری. ایشون دفاع بود. از دفاع اومد هد زد رفت. داره دوباره برمیگرده عقب. همه میگن کوشکی. فکر کنم اصلا کلن برنامه ریزی رو کوشی کردن. بازی همچنان 3-1 داره پیش میره. آقا سعید صدا بردار از یمون اومده بیرون. نمیدونم دوباره چیه. هنده بابا نظر میدم من. چرا هند نبود؟ پاس تو عمق برای آفساید. چشای آقای موسوی همچون عقاب میبینه. چه چشی داری تو اصل طلا. میلاد داد میزنه آقای داور. تعویض ولی داور هیچ اهمیتی نمیده. فرصت برای تیم امیر موفق. های موفق اینا امروز رو فرم نیستن. همچین رو فرم نیستن. امیر موفق فعلا ناموفقه. شماره 3 وارد زمین میشه و شماره 9 خارج میشه. خود بنیامین هنوز تعویض نشده. 3-1 به نفع تیم امیرینا. چیز نه بابا من خیفه میکنم. امیرینا جلو به نفع تیم ده بنیامین. 3-1 به نفع تیم ده بنیامین. نتونه سعی موفق توپ کنترل بکنه. محمد پا به توپه. محمد میتونه پاس بیرون بده. یه کورنر برای تیم ده بنیامین. تعویض برای تیم امیر موفق. آرمان میخواد وارد زمین بشه به جای خود امیر موفق. خیلی راحت دریافت کنه کورنر این بازیکن. میزنه زیر توپ و
به میانه های میدان میاد، کوشکی تنهاست اونجا توی محوطه نیمه، تقریبا نیمه زمینه بنیامین اینا، کوشکی تنها بازیکنه نارنجی رنگ بود. 6 دقیقه تا پایان بازی مونده و 3-1 به تیم بنیامین اینا جلو. ای موفق که اومد بیرون، بازیکن کاپیتانی هنوز به دستانش بود. فعلا تیم ای موفق بدون کاپیتانه. هیچ وقت تو زندگیتون بدون کاپیتان نباشه. به تشکر کنم از دوست دختر خودم، مرسی عزیزم، ممنونم. همینجوری تشکر کردم ازم برای هدف چیزی. خب فرصت برای محمد رضا، محمد رضا میتونه پاس بده برای خودش، پیش میره. واقعا دفاع تیم بنیامین خیلی مصممه، پاس تو عمق میده ولی به توپ نمیرسه. اوت، پرتاب اوت برای تیم امیر موفق. یادی هم کنیم از جیمی جامپ، اون بازی خیلی پسر گلی بود، بعد بازی کلی اذیتش کرده. این پسر پر از استعداده، تو رو خود اذیتش نکنید. در میانه های میدان کوشکی پا به تو، به این پسر همه جای زمین هست. واقعا این پسر بازیکن بسیار خوبیه. پاس بده به بامک مرادی، بامک مرادی با بغل پا میتونه پاس بده به خود کوشکی. کوشکی یه دونه شوت میتونه تموم بکنه کارو و فاصله رو. وای، نباید اینجوری شوت میزد این پسر. آقای آرمین جنتی، آرمین جنتی امروز رو فرم نیست. آرمین جنتی بازی پیش نبوده حقیقتا. تیم ده بنیامین حمله میکنه همچنان، ولی تیم امیر موفق پرس رو از وسط زمین داره اجرا میکنه. پاس های اشتباه. کیسولو به نظر میتونن نتیجه رو برگردونن یا نه؟ باور پولیه. کیسولو این واقعا تهمت بسیار بزرگی بود که زدی، ولی نه، من آقای موسوی از قدیم میشناسم. خیر، چی داور اینجوری نیست. سعید باب توپه، سعید پاس میده به محمد رضا، محمد رضا میره تو، میدونه چوت بزنه. وای، خیلی 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 مویرد شد، خیلی مویرد شد. تنها 4 دقیقه تا پایان بازی باقی است. تنها 4 دقیقه باقی. این میتونست آفساید باشه. خود کوشکی پا به توپه، میخواد شوت بزنه فکر کنم، میخواد بکشه بیرون شوت بزنه، میره داخل فرصت بره کوشکی توی دروازه، توی دروازه. آی سوسم بابا چه گلی زدی بازیکن کوشکی. کوشکی من گفتم این بازیکن زهر خودشو نریزه ول نمیکنه. 3-2 به نفع تیم بنیامین. کیسور با نظر رجبه گل چی بود؟ بازی اصلا قابل پیش بینی نیست. مرسی از کیسور بابت این نظر بسیار زیباشون. فرصت داره محمد رضا، که چند تا محمد رضا داریم تو زمین، خیلی محمد رضا زیاده، دایی خودم هستش محمد رضا. یه یادی هم، یه ریسپکت هم بدیم محمد رضا شایع عزیز، دوست دارم پسر. فرصت دوباره برای کوشکی، کوشکی تا بازی مساوی نکنه ول نمیکنه. بابا چه بازی کنی کوشکی، خطا میکنه، توپو از دست میده و پای بازیکنو به دست میاره. یه خسته نباشید، به همه عوامل بگم کلا همه خسته نباشید، دوستتون دارم. ببخشید اگه سرتون رو درد آوردم این چند روز با گزارش های خودم، سعی کردم یه گزارش جذابی برای شما داشته باشم. تنها 3 دقیقه باقی است، 2 دقیقه باقی است، 1 دقیقه باقی است. فرصت برای مهدی، مهدی پاس میده به علیزاده، علیزاده پا به توپ میشه، میاره بیرون. علیزاده میتونه پاس بده ولی نمیتونه بگیره. آرمان دنبال توپه، آرمان دنبال توپه، گوشه زمین درگیری ها زیاد شده. وحید، وحید میتونه بره تو، وحید یه پا دو پا سه پا چهار پا، خطا برای تیم آرمان. اینا فقط 2 دقیقه باقی است، ببینیم تو این 2 دقیقه میتونن جبران بکنن یا نه. کوشکی، کوشکی پا به توپ، خطای بدی بود روی کوشکی، کوشکی یه لنگ دو پک میکنه، کوشکی خط کارت زرد برای
محمد رضا شمس داور قاطی کرد. بیا اینجا ببینم. من بچه هاشمیم. اوه خود داور رفت تیزیو بکشه. نه 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 داور نرفت. داور اشتباه شد. خودت اصلا را اصلا را بگره آیا اینه دو 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 اصلا نفاسده ما کشی کشی بزن کشی من نفس من دو بده بزن کشی جیگار میکنی آبه تو بومد خود من سیگ بود گلشه یه دقیقه وقت یه دقیقه وقت اینا میتونن یه دقیقه وقت تلف کنن دو دقیقه وقت دو دقیقه وقت خب وقت اضافه بازی دو دقیقه تنها دو دقیقه باقی است تا قهرمان این بازی مشخص بشه خطا 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 برای تیم دبنیامی داور میگه گرفتیش به خاطر اعتراض کارت زرد میده به خاطر اعتراض کارت زرد میده کوشتی فکر کنم خیلی بازی داره حساس پیش میره اگه اشتباه نکنم کارت قرمز داشته باشه کی سلبا نره قهرمان مشخص میشه به نظرت حق تیم قهرمان فرصت داره نه دروازه میاد جلو میگیره به نظرت حق کدوم تیم قهرمان میشه آقا من گفتم که داور پول گرفت نه نه به خدا نگرفت یه چیزی دیگه گرفت آقا پول گرفت یه چیزی که نظر بازی بازیش خیلی داور خوبی بود چی شد اوکی داوری فرصت داره کوشکی کوشکی یه دقیقه باقی است ببینیم میتونه موی تنه هیچی تو فوتبال پیش بینی نمیشه 30 ثانیه تو فوتبال 50 دقیقه تو بسکتباله یا حسین به خدا خطا نبود من نمیدونم بچه بدم ولی نظر نمیدم میتونه کنه چهره رو بزنه محمد رضا حیدری خطای خیلی بد پشت محوطه رضا چسبیده محوطه جریمه داور دعوا شد با داور دعوا نکن پسر داور خیلی دعوا شد کارت قرمز میخواد بده به داور کی داور گرفته منو ول کن نمیدونم چی شده یا حسین یا حسین خطا بدی بود خطا بود واقعا من دیدم این زمین نباید اعتراض کنم داوری هم کار سختیه خدا وکیل ما دو دقیقه اومدیم کنار هم دیگه شاد بشیم دروازه‌بان تیم بنیامین اینا میگه نگه در اون گوشه دیگه داره علنن میگه علنن داره میگه برای اینکه وقت تلف بشه میگه نگه در اون گوشه داور همون وسط به 30-40 نفر کارت زرد داد نمیدونم کی بود دیگه چرا من اینجوری در صحبت میکنم نمیدونم موقعیت آخر برای تیم بنیامین دیگه قهرمان میدونه خودشو سوت آخر این بازی فکر کنم داره زده میشه بعد این بازی تمام فکر کنم دیگه آخرین موقعیتی باشه که بتونن گل بزنن تیم های موفق اینا فرصت برای تیم های موفق آیا میتونه بازی من فکر نکنم اینجوری با این تاکتیکی که داشتن ولی واقعا خوب بازی کردن آخره بازی خوب بازی کردن کاش از اول بازی اینجوری بازی میکردن دیگه فکر کنم نظرت چیه کیسا به نظرت تمومه؟ مرسی از نظرات کامل و زیادی که شما دادی داخل این بازی آخ خطا خطای بسیار یه پلاستیک هم سعی داره میکنه بیاد داخل زمین ولی باد نمیزن دیگه فرصت آخر برای تیم محمد رضا کوشی خودش داره بیش میده پاس میده به سید ببین به قرآن این گل میتونه بشه سال برای ما آرمان وای کورنر هیچی هنوز معلوم نیست پیش بینی خودتون رو به عدد 3053-56 ارسال بکنید کورنر آخر بازی به نظر من گلر هم باید بره جلو به نظر من دیگه هیچی واسه از دست دادن ندارن چه یکی چه پنجا چه دهتا میخوره شیشتا فرصت برای کورنر وای خدایا من دوست دارم بازی موسیقی شو بره بلندو تمام قهرمان ایزری از مسابقات بگم میشه گریم گرفته چقدر مسابقات قوی بود مرسی مهدی برز مرسی خاله بابای من ممنونم ازتون که تماشا کردید کامنت بذارید نظرتون راجع به این بازی دوستتون دارم تا برنامه بعدی عاشقتونم خدا نگهدار
قهرمان تورنمنت تموم شد. تموم شد آجی، باورم نمیشه. آقا خسته نباشی آجی مهدی، باورم نمیشه بنیامین قهرمان شد آقا. اصلا عجوبه. ببین چی میگن شگفتانه. این باورم خیلی نزدیک بودم این موفق مساوی بکنه. آخرش کشتی اومد جلو، دیدی چه عوض شد؟ جنتیو دیدی حاجی؟ خیلی داشت حساس میشه. داور اومد کارت قرمز رو بده، ولی واقعا کارش اشتباه بود. نه حساس بود داور. سریع بریم سراغ اهدای جام. از کینگ سوال بپرسیم، کینگ نظر چی بود راجع به بازی؟ سریع بگو خانم سراغ اهدای جام. من فکر میکنم بهترین گل گلی بود که کوشکی زد. خیلی قشنگ. ببین از همون ابتدا گرفت زد اینور اونور، زارت تو گل. ببین توی نیمه دوم امیر موفق کاری که کردش دفاعشون و نه دفاع وسطشون فکر کنم بود، کوشی شماره 10 اوورد جلو، قابلیت بازی کردن جلو هم داشت پستش. از نظر من نباید اونجا بازی می‌کرد. همینو من دارم نیمه اول شور دارم حرف میزنم. یه نکته دیگه هم بگم، بنیامین هم خیلی تاثیر داشت کنار زمین. من نیمه دوم تو آره تو برد تیم چون بیرون. ولی کوشکی اگر به نظر من از همون اول توی زمین بود، فیکس بود جلو، شاید الان بازی مساوی بود. بریم سراغ اهدای جام. امیر تلاش خودتون رو کردین ولی متاسفانه باختین. به نظر دلیل اصلی باختتون چی بود؟ ببین بچه‌های ما کمی جوان‌تر بودن و شاید تجربهشون زیاد نبود و اینکه بتونن به احساساتشون کنترل داشته باشن یه خورده سخت بود و متاسفانه یه خورده دوچار هیجانات قرار گرفتن و تیم مقابل کمی پخته تر بودن، سنشون بالاتر بود و تونستن با خونسردی موقعیتشون رو استفاده بکنن و در نهایت ما رو ببرن. بهشون تبریک میگم، حقشون بود. از نظر اخلاقی، از نظر فنی، از نظر اتحادی که داشتن خیلی عالی بودن و تبریک میگم به بنیامین که همچین تیمی رو گرد آورد دور هم دیگه و خیلی خوب تونستن کار در بیارن. چقدر احتمال داره تو سیزن بعدی یوکاپ تیمتون شرکت کنه و دفعه بعد میتونین تیمتون رو قهرمان کنی یا نه؟ دفعه بعدی من فکر کنم کل بچه های ما از لیگ برتر بزرگسالان تهران باشن، ایران باشن. نظر راجع به کوالیتی یوکاپ چیه و میتونه تو سالهای بعد به نظرت ادامه داشته باشه این تورنمنت؟ به نظرم سالهای بعد کمی دیره. این اتفاق اونقدی جذاب هستش که ما میتونیم چند ماه یه بار این اتفاق رو رقم بزنی. میدونم که بچه ها همت بالایی دارن. این اتفاقی که افتاده بی نظیر بوده. تا حالا همچین ایونتی ما نداشتیم که بچه ها اینقدر یک دست و یک دل بیان کلی برنامه ریزی بکنن، از یک ماه قبل همچین برنامه رو بخوان تدارک ببینن. واقعا دمشون گرم که اومدن، هزینه کردن، تایم گذاشتن. الان پشت صحنه خودت داری میبینی چند نفر از بچه ها هستن، دارن زحمت میکشن و این یک دل بودنه و ارزش قائل شدن برای شمایی که دارید این برنامه رو میبینید واقعا برای خود من که اینجا مهمان بودم جذاب بود و امیدوارم سیزنهای بعدی خیلی قویتر، خیلی خفنتر اتفاق بیفته و خیلی متفاوتتر حتی. خب امیر جان یه خبر همین الان به دست من رسید، مثل اینکه بهترین بازیکن تورنمنت شدی. آقا وای. امیر واقعا لیاقت بهترین بازیکن تورنمنت رو داشت. واقعا. به چندین دلیل. دلیل اول اینه که خودش پا به پای تیمش کاملا اومد. ماشاءالله خودش فوتبالیسته و از بین همه کاپیتانا خیلی تلاش بیشتری داشت و واقعا دمش گرم تا فینال اومد، وقت گذاشت و واقعا بهترین بازیکن زمین از نظر من خود امیر بود. مرسی از تو، علاوه بر اینکه برای تیم زحمت کشیدی، برای اینکه ایونت قوی تر باشه زحمت کشیدی. ممنونم ازت که بودی و میدونی که چقدر دارم ازت یاد میگیرم. اینو واقعا جلوی نمیگم، همه بچه‌ها میدونن که واقعا داری زحمت میکشی برای محتوای خودت و همینطور این یک دل بودنه، این تلاشی که برای کانتنت میذاره. آقا میگن کوتاه بگو، من باید بلند بگم. بی بی سی مگه میخواد تلفن رو قطع کنه روش؟ بابا بذارید بگم دیگه. دمت گرم، مرسی. آقا این توپ طلا رو من تقدیم میکنم به بچهای تیم خودم که خیلی زحمت کشیدم. من واقعا تلاش اونطوری نکردم، به لحاظ بدنی واقعا اونقدر نمیتونستم پا به پاشون بیام. خیلی تلاش کردن، خسته نباشید بهشون میگم. اگه یه جا دو جا حالا کوتاهی هم بوده ازشون، واقعا این بوده که میدونی تجربه کم بوده، تلاش خودشونو کردن، صدشونو گذاشتن. تبریک میگم به تیم بنیامین، بچه‌هایی که بودن واقعا عالی بودن. دمتون گرم، دوستتون دارم. داداش این توپ سپک تاکراه، آقا اعتراض داره ولی خوشگله. ولی خوشگله. آره اینو تو بیتریم تطمان میست. اسم هم حک کردی داره؟ آره دیگه داداش. اش بابا میدونستیم جیگرتونو. با
قربونتون برم. مرسی. تشکر. مرسی از شما. خب اومدیم با مراسم اهدای جام. من حقیقتا با صدای خودم اصلا یادم رفته بود چجوریه. واقعا بچه‌ها دیگه خیلی جذابی بود. تیم های موفق تیم دوم شد. خیلی خیلی واقعا تیم خفنی بودن تو همین جای کارم اومدن. واقعا با بازی خوبشون. ولی من با همین صحبت کردم بعد بازی، گفتن امروز واقعا تیم خودشون نبودن، میتونستن خیلی بهتر باشن. دروازه‌بان اشاره به من میکنه میگه منم بگو بابا تو منو سایدی با اون دردون لامینیت بکنم از این لامینیت دونه 2500 یا زده پسر. خیلی به سر گلی حالا شوخی میکنم. همه بچه ها گل خیلی عشق دادن. واقعا واقعا بچه ها جای همه تون اینجا خالی بود. خیلی دیگه خفنی بود. خسته نباشی میگم از تیم امینینا. مرسی از تیمت، مرسی از همه، مرسی از مامان بزرگ خوبه من. خیلی دوست داشتم اونجا باشم بغل مهدی اینا احتیاج جمع بکنم ولی جا نبود. بنیامین چه حسی داری که تیمت تونست بین 8 تیم قهرمان یوکاپ بشه و جایزه 50 میلیون تومانی برنده بشه؟ خیلی خوشحالم ولی واقعا مخصوصا فینال من واقعا نتونستم هیچ جوره پا به پای تیم بیام. بعد از دقیقه 5 اومدم بیرون. کلن واقعا دم محمد گرم. خیلی بچه ها محمد، همه، حسین، مهدی، علی دروازه‌بانمون که سنگ تمام گذاشت، خضری، حسین، همه عالی بودن و واقعا بچه ها صدشون رو گذاشتن. یعنی میگم واقعا برد تیم به خاطر بچه ها بود، به خاطر من نبود. ولی خب دمشون گرم. اگه بچه ها نبودن که من نمیتونستم اصلا یه جوره تیمو هندل بکنم. دمشون گرم، حس خیلی خوبیه. ولی خب میگم مدیون خود بچه هم، بچه ها تلاش کردن نوش جونش. به نظر چه یوتیوبرهای جاشون تو یوکاپ خالی بوده و کدومشون رو دوست داره برای سیزن دوم دعوت کنی به عنوان تیم قهرمان؟ همه یوتیوبرهایی که اینجا بودن واقعا رفیقامونن. من واقعا اول از همه خوشحالم که فینال خوردم به امیر. امیر واقعا یکی از خوشقلب‌ترین و بهترین بچه‌هایی که من داخل این کامیونیتی میشناسم. خیلی خوشحالم فینال خوردم به امیرینا. امیرینا هم واقعا صد خودشونو گذاشتن. تیم ما یه خورده بهتر بود ولی امیرینا هم واقعا خیلی خوب بودن. شانس اینکه ببرن رو داشتن. و یوتیوبرایی که تو سیزن بعد دوست دارم باشن، نمیدونم، بذار ببینیم چی پیش میاد، چه بچه‌هایی هستن که خودشون مشتاقن، حتما میبینیمشون سیزن بعدی. نظر راجع به کوالیتی و کیفیت یوکاپ چیه؟ کوالیتی یوکاپ که واقعا در سطح یوتیوب خارجی و حتی بالاتره. یعنی شما بخواید نگاه کنید نمونه خارجیش سایدمنه با هزینه‌های میلیون دلاری همچین کوالیتی رو میدن. حالا قطعا بهتره، اونا استادیوم‌های خیلی بهتر میگیرن. ولی خب همین که بچه های ما مثلا مهدی تو سال سوم چهارم فعالیتش سعی میکنه یه همچین کوالیتی بده، یه همچین هزینه بکنه که قطعا این هزینه واسش بر نمیگرده ولی میخواد لول یوتیوب فارسی و لول کانال خودش رو ببره بالا، واقعا جای تحسین داره. به نظر یوکاپ میتونه واسه سالهای بعد هم ادامه داشته باشه؟ 100% اصلا باید داشته باشه. مهدی، حسام، من، سوهیل، همه چارتای بالا سر این تیم بودیم، بالا سر این پروژه بودیم. مرسی از حسین داداش مهدی. حسینم پا به پا اومد و از اول پروژه که یه ماه پیش بود خواستیم استارت بزنیم همه 4-5 تایی بودیم. من خودم تا جایی که تونستم کمک بچه‌ها کردم، تیم فیلم برداری و اینا، واقعا دمشون گرم. نیاز داره که یکی مثل مهدی که توی بالاترین رده چجوری میگم کانتنت فوتبالی رو داره واسه یوتیوب فارسی تولید میکنه، واقعا مهدی بعد این کارو انجام میداد، دست گلش در نکنه. حتما حتما سیزن‌های بعدی هم داریم، یعنی امکان نداره که نداشته باشیم. هم بیننده ها دوست دارن داشته باشن، هم بچه ها یوتیوبر دوست دارن که ما همچین چیزی رو ببینیم. سخن پایانی اگه داریم؟ سخن پایانی مرسی از بچه های تیم خودم، همه عالی بودن. یعنی برد و مدیون اونایی. من که واقعا فینال اصلا 9 صبح، ما یوتیوبر ها تا 2 خوابیم. مرسی از بچه ها، قهرمانی واسه خودشونه، دستشون در نکنه. مرسی از امیر که واقعا تا لحظه آخر با تیمش بود، تنها کاپیتانی بود که تلاش 100% گذاشت. بقیه تیم‌ها هم حالا ما کاپیتان‌ها یوتیوبریم، اونقدر نه نفس داریم نه اونقدر استعداد فوتبالی آنچنانی داریم، طبیعیه که نتونیم خیلی پا به پای تیممون بیایم. و اینکه دم مهدی گرم که واقعا این همه هزینه کرد و این همه وقت گذاشت. و مرسی شما که این برنامه رو دیدید، قطعا حمایت می‌کنید، لایک واقعا بکنید. بچه‌ها ما میگیم لایک بکنید یه جمله کلیشه‌ایه، ولی اگه از این هزینه کردن و این ویدیو خوشتون میاد حتما لایک بکنید که سیزن‌های بعدی رو با هزینه‌های بهتر، کوالیتی بیشتر، دوربین‌های بیشتر، تیم‌های بهتر حتما ببینید. مرسی که این 7-8 قسمت رو همراه ما بودید. بریم دیگه جشن قهرمانی.
حسابی تو این تورنمنت درخشیدی و تونستی لقب بهترین دروازه‌بان این تورنمنت رو بگیری و صاحب دستکش طلا بشی. حس چیه؟ خب خدا رو شکر تنها تلاش من نبود، تلاش کل بچهای تیم بود. یه تیم باید اونقدی خوب دفاع کنه که دروازه‌بانش هم بتونه موقعیت خوبی رو بگیره، گل کم بخوره. تشکر می‌کنم از بچهای تیم، آقا محمدرضا چشمه، حسین آقا، آقا محمد نوروزی، آقا خضری، آقا وحید، آقا مهدی. بچه ها همه تلاش کردن که من بتونم این جایزه رو بگیرم و کمترین گل خورده رو داشته باشیم توی تورنمنت. به عنوان گلزن‌ترین بازیکن این تورنمنت و صاحب کفش طلا چه حسی داری؟ حقیقتاً که بسم الله الرحمن الرحیم، من واقعا حس خیلی 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 خوبی دارم که تونستم توی این تورنمنت بهترین گلزن بشم و اینکه از همه بچه ها تشکر میکنم که تونستن منو تو این راه همراهی کنن، مخصوصا از گلرمون آقای علی اسماعیلی و اون دفاع آخرمون محمد چشمه، مهدی شادمروز، مهدی هاشمی، وحید رفیعی، حسین. عرضم به حضورت که واقعا حس خیلی خوبی دارم، نمیتونم مطرح کنم که چه حس خوبی دارم. و اما تیم اول این رقابت واقعا ما پرامون ریخت. بنیامین قبلش به من گفتش که ما قراره قهرمان بشیم. یه جوری شگفتانه این جام بودن. واقعا تیم قوی بود، ولی واقعا گلرشون باید دستشو بوسید. من خیلی ارادت دارم به گلر این تیم. واقعا تیم قوی و درجه یکی بودن. من فکر نمی‌کردم حقیقتا جلوی تیم امیر موفق باشن، ولی زدن با اقتدار قهرمان این دوره مسابقات تیم مهدی بود و برنده 50 میلیون تومان وجه نقد شدن و تیم دبنیامین عزیز با انگیزه وارد این بازی شد و تیمش رو خوب چید. به نظر من باید به این پسر دست مریزاد گفت. دبنیامین حسامو بغل میکنه، از این بغل فیکا میخنده. قشنگ معلوم بود بغل فیکی بود. مهدی پس بهش میگه تو بیشتر از اینا لیاقتشه. و صحنه یه حساس رقابت ها، بالا بردن جام توسط کاپیتان این تیم دبنیامین، یه جورایی مستر بیست ایرانی. داخل کامنت ها همه به ایشون میگن مستر بیست ایرانی با قلب. لطفا برای ایشون بزنید. و اون لحظه که همه منتظرش بودن، یک نه من نباید بگم، به من چه رفتی داره؟ صدا برداشتن من دعوا میکنه. دبنیامین جام رو اشتباه گرفت، زشت گرفته با اشتباه. وای نکنه با. یک دو سه یک را در باز سرمان این دور از رقابت همیه. گریم گرفته من به خدا. یه بار دیگه چقدر قشن بود اینجا. تیم دوم هم دست میزنه برای تیم اول، ماشالله. منم دست بسته دیگه یه بار دو. همه شون میخوام بگن حق سمسنه بود قهرمانشه با اون هفته ای که خوردی. همه تون میخواد بریده و دیگه بسته دیگه. یه بار دیگه، دو بار دیگه، سه بار دیگه. خسته نباشی دلم، من میخوام زانو بزنم و واسه همه شون بخورم. دور افتخار نمیگیری؟ تیم قهرمان این دوره، شگفتانه این دوره، تیم دبنیامین. بله، مراسم اهدای جام هم به پایان رسید. تبریک میگیم به آقای دبنیامین و همه همتیمیاش، همچنین امیر موفق. خیلی گل کاش، بهترین بازیکن تورنمنت شد. آقای گل هم آقای محمد نوروزی شد با 5 تا گل، با دو تا گلی که اینجا زد، با 3 تا گلی که زده بود، 5 تا گل در مجموع. یکی دیگه کی شد؟ امیر موفق. اون کی بود؟ علی. بهترین دروازه‌بان دستکش طلا هم اسماعیلی گرفت. چی بگی؟ علی اسماعیلی. شجاعی میگفتی یارو رو. علی اسماعیلی شجاعی بابا هم میگفت. آقا تبریک میگم هم به بنی هم به امیر موفق. خسته نباشید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. استاد صحبت دوباره. آقا من سریع بگم 60% به 40%، با اینکه 60% باشن آخر نیمه دوم داشتن خیلی فشار می آوردن. شوت 17 تا. امیر موفق دو سه برابر بنیامین پاس موفق داشته. 119 تا 102 تا پاس موفق من داشته. میگم بهت به خدا باید کمتر پاس بدی، بندازی پشت مدفاع. من میگم آخر بازی اگه کوشکی همون اول میومد تموم میشد کار.
و البته اینم در نظر بگیر که 6 تا سیو داشت گلر بنیامین، یعنی اگر اونا رو کمتر می‌گرفت احتمالاً بازی مساوی شاد بدتر بود. بادم تاثیر داشت باد. بادم موافق بود. درسته 100%. جهت موافق بود. من به عنوان بهترین، هر کدوممون به نظرم بگیم بهترین بازیکن این تورنمنت، یکی از نظر من و از نظر کوشکی. نه کوشکی که بود، اون پسر اسمش چی بود؟ امیر موفق. نه جنتی. نه الان شما رو می‌گفتم. طاهری نه اون یکی که خیلی خوب بود همه رو گفت. آقا ول کن اصلا چه فایده‌ای داره تو بگی. آقا من خدافظی میکنم باهاتون، هر خوبی و بدی دیدید حلال بکنید از ما. به پایان آمد این دفتر، همچنان حکایت باقی است. دوستان اگر که خوششون اومده باشه واقعا، چون ما هنوز بازدیدها رو ندیدیم، یعنی بازخوردها رو ندیدیم، اگر که خوششون اومده باشه حتما هر فصل از سال قطعا یک سیزن خواهد داشت یوکاپ، و قطعا 100% یوکاپ سیزن 2 رو خواهد داشت. جای یه نفر هم که خالی بود، آقای سم اسنوم. دمت گرم سام، مرسی ازت، خیلی دمت تو گرم. سیزن 2 قطعا جذابتر خواهد بود، آیتم های مختلفی داره، و اینکه ما توی این سیزن خیلی تصمیم داشتیم که همه چی با بالاترین کوالیتی و بهترین ایده و بیشترین آیتم ها برگزار بشه. اگر میبینید که یک مقدار ما باگ داشتیم توی کارمون، یا حالا نتونستیم یه سری کارا رو درست انجام بدیم، به خاطر محدودیت هایی بوده که اون مکان یا اون لوکیشن یا حالا به قولی چیزهای دیگه داشتی که اینجا نمیتونم بگم، ولی خودتون بهتر میدونید. در نهایت دم همه بچه ها گرم، دم سهیل، خاک پاتم، کینگ عزیز، صاحبای عزیز، خیلی زحمت کشیدید، بنیامین، حسام، میلاد، حسین، ام اچ اس، هر کی که نگفت، بچهای صدا، بچهای فیلمبرداری و همه کسایی که مهمون ویدیو کال حضوری اومدن، دمتون گرم. خیلی خوب. حرفی واسه گفتن ندارم، من فقط لذت برده باشم. من دیگه نمیتونم، چون آخرش این همه با هم دیگه اومدیم واقعا. خیلی زود میبینیمتون. آقا من احساسی دارم میکنم. آقا تا برنامه بعدی، همه توی عاشقتونم، فعلا خدا نگهدار.